سلام، به یه قسمت از دیگه از ویدیوهای من در مورد OpenWRT خوش اومدید. تو این قسمت سعی میکنم براتون بگم که DDNS چیه. این قسمت چون خیلی میخواستم کم دردسرتر از قسمتهای دیگه باشه، خودم توی تصویر نیستم. امیدوارم به بزرگواری خودتون ببخشید و بریم بدون مقدمه وارد موضوع بشیم. این قسمت میخوایم در مورد DDNS و نحوه راه انداختنش در تو OpenWRT حرف بزنیم. توی این قسمت حرفی که میزنیم اینه که هر ISP به ما یه دونه روتر میده که روش IP پابلیکی وجود داره که ما یه رنج به اصطلاح داخلیمون رو به رنج به IP پابلیکمون مپ میکنیم و میدیم بیرون و لت اتفاق میفته و همه این ماجراهایی که تو قسمتهای قبل یه شمه ای ازش رو گفتیم. حالا این IPه چون ما نخریدیمش عوض میشه و ما میخواییم که در یه جایی دامنه ای تعریف کنیم که به اسم ما اشاره کنه و این IP ما رو داشته باشه. پس هدف اینه که ما بتونیم IP خودمون رو توی یک دامنه ای ست کنیم. همین. حالا میریم قسمت های مختلفش رو میبینیم. توی دو قسمت هم توضیح داده میشه، یکی این که از یه سرویسی به نام FreeDNS که یه سرویس مجانیه استفاده کنیم با یه دامنه به اصطلاح خاص و دامنه که مال خودمون نیست، یه دونه هم از سرویس آروان استفاده میکنیم که روی یه دامنه که مال خودمونه این دفعه کار میکنیم و DDNS رو با استفاده از سرویس دامنه ابری DNS ابری آروان درست میکنیم. حالا هر کدومش یه سودی داره یه زیانی داره که میگم بهتون. خب بریم سراغ اصل ماجرا. خب ما رو چی میخوایم کار کنیم؟ رو OpenWRT. OpenWRT اول میریم سراغ سایتش، میگیم OpenWRT DDNS. وقتی اینو سرچ کنیم همینجا سری ما رو میرسونه به DDNS کلاینت. میاد میگه که یه چیزی داریم به نام DDNS اسکریپت که یه سری شل اسکریپته که برای این سایت ها که afraid.org هم که .org هم که یکی از اون دامنه هایی که ما ازش استفاده میکنیم سرویس داینامیک DNS رو به ما میده و ما فقط کافیه که برای این afraid.org بیایم DDNS رو فعال کنیم و ببینیم که چجوری کار میکنه. خب بریم سراغ OpenWRT، میزنیم 192.168.1.1، وارد دام OpenWRT میشیم. میریم تو تیکه سافتور، پکیج لیستمون رو آپدیت میکنیم تا مطمئن بشیم که لیست همه پکیج های موجود برای OpenWRT رو داریم. خب آپدیت شد. اینجا توی فیلتر دنبال DDNS میگردیم و DDNS رو نصب میکنیم. DDNS اسکریپت البته فکر کنم بایستی مال afraid.org هم نداره، پس اینجا لازم نیست پکیج اضافه ای نصب کنیم. میایم DDNS اسکریپت رو نصب میکنیم و اپ DDNS رو نصب میکنیم. خب اینم کانفیگ شد و حالا بایستی توی یه قسمتی بذارید یه بار لاگ اوت لاگین کنیم. توی سرویسز داینامیک DNS الان اضافه شده. خب حالا مثلا اینجا خودش برای ما یه مثالی گذاشته، میریم ما DDNS ورژن 4. میاد میگه که دامنتون چیه؟ دامنه ما طبق اون چیزی که اینجا باید اول بیایم تو تیکه ساب دامین، یه ساب دامین بر خودمون تعریف کنیم، اد کنیم و بعد بیایم تو داینامیک DNS و اسکریپت ها و اطلاعات مورد نیازش رو داشته باشیم. پس الان دامنه من abwizet.mu.com. خب اینو میذارم اینجا. میگه که چیه؟ میگیم این IP آدرس. یه سرویسمون چیه؟ سرویسمون
afraid.org. خب و afraid.org باید چنج پرووایدر رو بزنیم و اینجا از همون پسورد میخواد و پسورد که میخواد باید بیایم اینجا ببینیم چی کار باید بکنیم. قاعدتا اینجا بهمون چی میگه؟ احتمالا همین تیکه یه دایرکت روی URL اینو کپی میکنیم، یه جایی پیست میکنیم و اینو کنترل ایکس میکنیم و میایم اینجا و ریپلیسش میکنیم، میزنیم سیو and اپلای. قاعدتا این الان بایستی این سرویس ما فعال شده باشه. برای اینکه مطمئن بشیم که داره عمل میکنه میریم لاگای سیستم رو میبینیم و میگیم DDNS script DDNS script به نظر میرسه که exited with error 1 خطا داد. بریم حالا اینجا باز بیشتر بخونیم afraid.org. خب میگه که برای afraid.org بیاید اینجا دایرکت یو آر ال رو بگیرید و اتوریزیشن توکن رو کپی کنید. خب ما هم همین کارو کردیم و همین کارو کردیم، به نظر اوکی میاد. خب اینم که به نظر اوکی میاد. حالا بایستی فقط این اصلا قبل از لاگینمونه، بایستی یه جوری بهش بگیم که چیز رو ران کنه، DDNSمون سرویسش رو ران کنه. DDNS این رو ریستارت میکنیم. الان بریم توی لاگامون ببینیم. اینجا میاد میگه که started service section disabled. احتمالا اینجا باید اینیبل هم بکنیم. اینجا رو باید اینیبل بکنیم، میگیم save and apply. بذارید مطمئن بشیم DDNS هم enable. اینجا حالا میزنیم start. الان قاعدتا بایستی start شده باشه. بله PID هم داره. بریم سراغ log ببینیم چی شد. الان نکته اینه که میگه no private or invalid ID. یعنی چی؟ یعنی اینکه رفت که آپدیت کنه، اما چون اینجا تو اینجایی که ما گفته بودیم، گفتیم IPv4 رو بزن و IPv4 رو گفتیم از کجا بگیر، از ون بگیر و ونمون چون IP ولیدی نداره این مشکل رو خورده. برید ببینیم این آدرس کار میکنه. بله الان خودش از یه سایتی میره آی پی ما رو در میاره. پس اینجا ما اینو هم تغییر دادیم، میذاریم سیو اند اپلای. الان قاعدتا باید در لاگامون ببینیم که درست شده DDNS. تازه اینجا شروع به کار کرده. بازم گفت نو ولید آی پی تایمر ستینگ لاگ فایل. به
نظر میرسه باید یه بار اینو ریستارت کنیم. سیو ان اپلای، بیم در اینو بگیم احتمالاً کیل کنه، کیل کرد، دوباره استارت کنه و یکم سب کنیم بریم لاگ بخونیم. آها الان یه مشکلی داره که آی پی رو پیدا نمی کنه. خب الان سعی کرد آی پی آپدیت کنه ولی موفق نبود. بذارید ببینیم که شاید یه تنظیمات دیگه ای اشتباهه. بیایم اینجا بگیم afraid.org، بذارید ببینیم مدلش چیه. یه بار دیگه کپی لینک کنیم. خب به نظر میرسه این نیست. خب بذارید میذاریمش رو کی آتنتیکیشن. چینج پرووایدر میکنیم، این از اینجا پاک میکنیم، میاییم دوباره از اینجا کپی لینک میکنیم، اینجا پیست میکنیم، این تیکه رو بر میداریم، پیست میکنیم، سیو ان اپلای میکنیم. خب هنوز خطا داریم، بذارید یه بارم اینو استاپ و استارتش کنیم، اینو ادیت کنیم. آها اینم غلطه، این نیست، شاید به این دلیل که ارور میده. خب اینجا چی گفت؟ آها گفت update successfully. اگه اینجا هم بیایم نگاه کنیم، اینجا 178 و الان یه رفرش کنیم شده 85 و این تونست DNS ما رو آپگرید کنه، آپدیت کنه و این خب نشونه خوبیه. یعنی الان من بزنم avyz.mu.com میاد اینجا. البته الان ما چون توی ستاپ آزمایشگاهی هستیم این درست کار نمیکنه. خب این یک مرحله بود. این ماجرا خودش به صورت اتوماتیک تایمر هم داره، هر 72 ساعت یه بار، هر یه مقدار یه بار، هر 10 دقیقه یه بار چک میکنه اگه تعوض شده بود مثلا ریترای میکنه و از این حرف. این یک روش بود. حالا بریم سراغ مدلی که تو آروان داریم. اینجا میزنیم اول باید یه چیزی رو دانلود کنیم، میریم تو github.com/arvancloud. خود آروان کلود یه سری اسکریپتی برای داینامیک دی ان اس داده و من میرم تو ARDDNS و این DDNS.sh رو باید دانلود کنم. خب اینو از اینجا بر میدارم. کلش رو کپی میکنم، میام اینجا که دامنمه، اینجا میگم VIM مثلا ARDDNS.sh، اینو پیست میکنم. فقط یه نکته ای که داره اینه که OpenWRT بش نداره، SH داره، اینو باید بکنیم .sh همین. بعد میایم اینجا، اینجا که میایم میگه که JQ
نیازمندی. البته غیر جی کیو فکر میکنم که چیزم مورد نیازمندی کرل و ساپورت از HTTPS. پس اینجا میایم میزنیم کرل، اشتباه زدیم، کرل نصب میکنیم، TLS هم نصب میکنه و JQ رو نصب میکنیم چون این دوتا رو مورد نیازشه، JQ برای پارس جیسون و کرل هم برای اینکه چیز بده. خب این از این. بگیم ARDDNS فکر کنم از این کدی که اینجا نوشته من یه بار خوندم، باید یه A توکن بش بدیم و یه D دامنه. میگیم دش A مثلا، حالا باید بریم API توکن بگیریم. API توکن رو باید بیاییم تو اینجا تو پروفایل، میگیریم اینجا، میایم پروفایل، کلید API، افزودن کلید جدید، یه نام کلید میگیره ASDF. خب اینو کپی میکنیم، این کلید رو بعد اینجوری اینجا پیستش کنیم. البته این کلید رو بعد از چیز پاک میکنم دیگه، بعد از این ویدیو، شاید هم تو همین ویدیو پاک کردم. و میگیم دشت دی فکر کنم بود برای دامنه، بله دشت دیه، test.abyz.ir بگیم مثلا cast.abyz.ir. برای اینکه مطمئن بشیم میایم تو CDN، تو انتخاب دامنه abyz.ir انتخاب کردیم، بله، رکورد های DNS. اگه نگاه کنید اینجا مثلا cast نداریم، یه چیزایی داریم ولی cast نیست. من cast.abyz.ir رو الان میخوام اضافه کنم. اینجا میام میزنم این، این میگه permission denied، باید یه chmod plus x هم بهش بدم و این خودش میره دامنه رو پیدا میکنه. اگه دامنه این وجود داشت آپدیتش میکنه و گرنه کرییتش میکنه. الان فهمید DNS record created successfully. یعنی اینجا رو هم نگاه کنیم، کلید دامنمون کست ساخته شد و آی پیش هم همین آی پیه که اینجا هست و آی پی لحظه ای اینترنت منه و اتوماتیک اینجا ساخته شد. برای اینکه یادم هم نره و نخوامم اون ای پی آی کی رو حذف کنم، برم همین الان ای پی آی کی ای اس دی اف هم رو حذف کنم. خیلی ممنون که گوش دادید به این ویدیو، نگاه کردید. من همش هی قاطی میکنم گوش دادن و نگاه کردن. حتما به من فیدبک بدید. ببخشیدم که این چند هفته نبودم، خیلی شرایط عجیبی داشتم و امیدوارم که بتونم منظم تر ویدیو درست کنم. خیر، بازم ممنون، به من فیدبک بدید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید. خدا نگهدارتون.